سلام، خیلی خوشحالم که فیلمو اینجا دیدیم با شما. من خیلی این فیلمو دوست دارم، برای اینکه یکی اینکه خب خیلی هممون زحمت کشیدیم، بعد اینکه من یه ایده ها و فکرای دیگه ای داشتم راجع به جنگ، و بعد وقتی که این فیلمو بازی کردم، تازه فیلم بود، ولی اینطور شدم که چقدر وحشتناکه، چقدر سخته، و مثلا آدم های عادی و بچه ها چجوری تونستن تو اون شرط زندگی کنن. بعدم اینکه این اتفاقای دیگه افتاد، همطور که همه خودتون میدونید، جنگ تو افغانستان، بعد یه ها اینطور شدم که خیلی چیز وحشتناکیه، و من خودم به شخص همه تلاشم این بود که توی این فیلم همه هم بتونیم اینو نشون بدیم که جنگ خیلی چیز وحشتناکیه و خیلی اتفاقای عجیبی توی جنگ میفته، و امیدوارم که فیلم رو دوست داشته باشیم و این تاثیر رو روی شما گذاشته باشه، و خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که یه عضو کوچیکی توی این فیلم بودم. خیلی ممنون. آقای عباس علی اسکتی از روزنامه هنرمند از خانم فرشته حسینی سوال پرسیدن. خانم حسینی، متاسفانه شرایط کشور شما هم مثل خیلی از روزهای سرزمین ما خوب نیست. این موضوع مشترک جنگ چقدر باعث شد با این نقش همزاد پنداری کنید؟ فکر کنم توضیح دادید در ابتدا، حالا بازم این نکته دیگه دارید بفهمید. اول که من یادم رفت تشکر کنم هم از خانم قیدی، هم آقای منصوری، هم همه بچه ها و پارسرام توی کار، برای اینکه خیلی کمکم کردن که بتونم این نقش رو بازی کنم. ببینید، خیلی میتونستم باش همزاد پنداری کنم، چون من خودم اصولا خیلی آدم آرومیم و اون کاراکتر خیلی شبیه خود من نبود، ولی وقتی که تصور میکردم مثلا موقع بازی کردن و اینا، همیشه تصویر زنایی که همیشه تو افغانستان میدیدمشون، خب من خودم هیچ وقت تو اون شرایط اونجا نبودم، ولی تو مدیا و اینا میدیدم، همیشه سعی میکردم تصویر اونا رو بیارم توی ذهنم. مثلا اونجایی که مثلا میگم بیچاره مادرم، بیچاره مادرش، واقعا به همه اون مادرها فکر میکردم و تاثیر گذاشت. مرسی. خانم حسینی، بازی در چنین فیلم‌هایی به نظرم حس وطن دوستی زیادی رو می‌طلبه. با توجه به اینکه شما ایران رو وطن دوم خودتون می‌دونید، بازی در این فیلم به خاطر همین حس بود. ممنون میشم از حستون بگید. راستش خیلی فرق نمی‌کنه حسم نسبت به افغانستان یا ایران. من جفت این کشورها رو دوست دارم، برای اینکه اینجا به دنیا اومدم و خودم رو ایرانی میدونم، برای اینکه اینجا به دنیا اومدم و پدر مادرم افغانستانیان و خودم افغانستانی میدونم. راستش خیلی فرقی نمیکنه به اینکه تو چه جوری حس داشته باشی، چون حسا یه جور کار میکنن، و من واقعا دوست دارم اینجا رو، اینجا بزرگ شدم، اینجا درس خوندم، دوستان مال اینجا بودن، و خب حسش میکنم. حالا میخونم که مثلا تو کامنت ها که مثلا میگه شما رو چه که تو فیلم جنگی ایرانی بازی کردین، ولی من فکر می‌کنم همه ما میتونیم درک کنیم که وقتی تو یه جا بزرگ میشی، وقتی تو توی یه خانواده به دنیا میای و اونجا بزرگ میشی، نمیتونی خودتو جدا از اون خانواده بدونی. مرسی. خیلی ممنونم از خانم حسینی. خیلی ممنونم از هیئت داوران، آقای حسینی خیلی عزیزی. و خیلی تشکر می‌کنم از خانم قیدی که جاشون خالیه، آقای منصوری و همه اعضای تیممون و خانوادم، به خصوص خواهر بزرگم. بعد نبید، خیلی بر من لحظه مهمیه که تو داری نگاه میکنی. و این تازه برای هر دومون اول همه چیزه. خیلی مبارک باشه، خیلی مبارک باشه، درود بر شما. متنفرم از اینکه فکر میکنی همون چیو بلدی. چرا نمیپرسی واسه چی به همتون شک دارم؟
چون دلیلشو میدونم. دلیلشی؟ انقدر به همه بدی کردی که هر کس رو ببسه بخواد برای زیر پای بگیری حق داره. از این میترسی؟ به هر کی بدی کرده باشم به تو غیر از خوبی هیچی نگرد. پس چرا شک داری که یه بلایی سرت بیارم؟ آدم ها وقتی بد میشن که فکر میکنن دارن خوبی میکنن. تو هیچ وقت بهم خوبی نکردی، هیچ وقت.